یکی میخواستم درباره این درباره این موضوعی که روش مبارزه ما با عقاید بعد خب با عقا... بین درباره سکولاریزه سیکولار... کردن کشورهای دینی خوب، و مبارزه ما با این عقاید و تاثیر این عقاید اه... یه درسی که من میخواستم از این بگیریم که ببینیم که اصلا چه روش های کاربرد داره چه روش های کاربرد نداره و چه چیزهایی هست که باعث میشه که مثلا برای مدرنیزه کردن کشوری مثل افغانستان یا ایران یا کشورهای دیگه مثل بنگلادش پاکستان یه درس بگیریم یه مقایسه تاریخی بکنیم که ببینیم چه آیا میشه یه درس گرفت و یه الگو پیدا کنیم برای اینکه تو آینده ما چیکار کنیم الان میبینم سینا هم میخواد بیاد بالا سینا جنب بذار من سری این حرفم تموم میکنم بعد میارمت بالا یکی اینه که من میخواستم صحبت بکنم یکی دیگه هم درباره اینکه کاربرد ملیگرایی خب چون خیلی ها اینجا توی این کانال منو به عنوان یک گلوبالیست مثلا میشناسن که البته اینم درسته خب ولی آیا این تناقض داره با ملیگرایی و آیا ملیگرایی کاربورد داره یا نداره این هم صحبت کنم سریع در و ربطش بدم با این اتفاقاتی که تو افغانستان داره میفته خب این البته من قبلا گفتم ممکنه به طور شفاف نگفته باشم قسمت اولش اینه خب چیزی که میخوام اول بگم اینه که ببینید ام آمریکا سینا. سینا الان داره میپرسه موضوع تو چیه سینا جان موضوع هر چیه که تو میخوای صحبت کنی وقتی آوردمت بالا ولی من الان یه سری مونولوگم تمام میکنم بعد میارمت بالا هر چی میخوای درباره سو... صحبت کن خب من فقط حرف اولمو بزنم چه ام... چی گفتم احا. ببینید آمریکا رو اگه نگاه بکنین از بان... بعد از جنگ جهانی دوم بعد... قبل از جنگ جهانی دوم آمریکا با اون شکل نمیخواسته دخالت بکنه توی خارج از مرز شرکش هایی نبود که اتفاقا خیلی هم فلسفه فلسفه هایی بود که رقابت داشتن میکردن با حمله یکی از بیشترین فلسفه هایی که برای سیاست آمریکا در اون زمان قبل از جهانی دوم تاثیر بیشتری داشت روی سیاست های آمریکا این بود که ما کاری نداریم مخصوصا تجربه آمریکا از شروعش این بود که خودش کشوری بود که اصلا به دنیا اومد سر اینکه ما نمیخوایم امپراتوری انگلستان نباید بیاد دخالت رو کنه روی کار ما ما میخوایم مستقل باشیم و و کشور دیگه نباید بیان مثلا به ما زورگویی کنن یا یعنی اینکه عقاید خودشون رو به ما تحمیل کنن و اینا ما میخوایم جدا باشیم و بر اساس همین فلسفه‌ش هم اتفاقا خیلی روی سیاستاشون رو کشور دیگه تاثیر گذاشت البته من میگم همیشه هم یک دست هم اینجوری نبوده خب خیلی سیاست های مختلف با داشتم رقابت میکنه ولی یکی از نتیجه این بود خب ما هم نباید پس این کار با کشور دیگه بکنیم اگه ما به دنیا اومدیم بر اینکه انگلستان حق نداره به ما زورگویی کنه اصلا دخالتی نباید بکنه ما هم باید دخالت نکنیم بعد این یه جوری بعد ها به یه ج... چیز دیگه تبدیل شد که نه ما باید بیام دخالت کنیم جوری دخالت کنیم که اجازه بدیم کشورهای دیگه هم مستقل بشن یعنی خودشون تعیین کنن البته ببینیم رئیس جمهورهای مختلفی فلس... یعنی فلسفه های مختلفی داشت یعنی عوض می این... ولی خب از بعد از جنگ جهانی دوم به بعد بود که دیگه آمریکا خیلی شروع کرد یه یعنی شبه امپراتوری خودش رو ام... راه انداخت یعنی مخصوصا به خاطر اینکه چه تاثیر مثبتی هم به نظر میرسید که که یعنی به نظر که نه داشت بالاخره تونست یعنی بدون بدون دو... کمک دولت آمریکا آیا آدولف به این شکل آدولف آلمان آلمان سا... اون موقع به این شکل شکست میخورد من اسم کوچیک آدولف رو میگم من اسم فامیل شایگه بگم ممکنه این برای این یوتیوب اینا حساسیت باشه خب یعنی اصلا استقبال هم میشد از دخالت آمریکا به خاطر اینکه همچین تاثیر مثبتی داشت در توی شکست آلمان اون زمان و اصلا به عنوان عبر قدرت شناخته شد مثلا اون زمانی که انگلستان داشت تاثیرش به شدت میامد پایین قدرتش میامد پایین آمریکا استقبال میشد ازش به خاطر تاثیراتی که داشت اینکه داشت. داشت با شر با یک شر کامل یعنی مطلق داشت جنگی درسته بعدم که جنگ سرد با شوروی سابق که شروع شد اونم یه جنگی بود که با اینکه یه جنگ سرد بود میشه گفت که هم آمریکا و هم بقیه کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی پیروز شدن اون جنگا خب به شدت یعنی هم ببینید ولی هم همین جنگ با آلمان ها اون زمان و همین جنگ با کمونیستی دو تا پیروزی بود خب یعنی پیروزی نظامی فقط نبود پیروزی عقیدتی بود پیروزی عقیدتی, بود. پیروزی عقیدتی با آلمان اون زمان آلمان, آلمان آدولف پیروزی عقیدتی خیلی ساده بود به خاطر اینکه این عقاید به شدت شر بود که هر مخالفتی با اون فروختن این مخال... اینکه ما طرف خوب, خوب هستیم و اونا شرن این راحت ب... ب... بش... برای اینکه به این شدت اونا شر بوده ام... عقاید کمونیستی واضحیت اینکه این عقاید کمونیستی شر هستن سختره به خاطر اینکه تبلیغاتی یعنی از لحاظ اگه شما مثلا هدفاشون رو مطالب عقاید آلمان آدولف اگه شما مطالعه بکنید اصلا به واضح شره شما اصلا نتایجشون لازم نیست ببینید یعنی اصلا فقط اینکه هدفشون چیه واضحه که شره خب من دوباره یه لینک میذارم بعد از اگه کسی ب... ب... بعد از سینا خواست بیاد بالا شما میتونید بزنید رین لینک ها که بیاین بالا ولی ام عقاید کمونیستی واضح بودن این که این شرع خیلی واضح نیست ولی مردم باید نتیجه هاش رو میدیدن که بتونن ببینن این شره. شما, شما وقتی خود عقاید کمونیستی رو مطالعه میکنید هدفاش به نظر خوب میاد خب ولی نتایجش قد بده که با ن... باید دیده شه که چرا این عقاید شره و توی اون جنگ سرد با عقاید اه... کشور کمونیستی ام... آمریکا و کشور اروپای غربی و دی... بقیه کشورها هم از از نظامی برتریشون رو نشون دادن و پیروز شدن ولی هم از از عقیدتی واضح شد برای اکثر مردم اون زمان که کمونیستی چقدر شره یعنی گرسنگی کشور کم... مردم کشور کمونیستی خیلی واضح بود روش زندگی تو کشورهایی که بر اساس سرمایه داری دارنشتن تصمیم می گرفتن اصلا قبل واضح بود که اینا مردم این کشور دارن زندگی بهتری میکنن خب یعنی از تبلیغاتی هم این عقاید شکست خورد خب برای همین تو جفت این تو جفت این پیروزی آمریکا بر اساس این عقاید هم از از نظامی شما دیدین که آمریکا پیروز شد هم از لحاظ عقیدتی و تبلیغات عقیدتی یعنی یک جنگ عقیدتی شما دیدین که آمریکا به شدت پیروز شد خب و موضوع هم همینه اون پیروزی های اولیه دولت آمریکا رو که دیدیم به خاطر این پیروزی بود برای اینکه دو تا جنگ کنار هم داشت اتفاق می افتاد و آمریکا جفتش رو پیروز شد یعنی جنگ نظامی رو شما بدون جنگ عقیدتی نمیتونین پیروز بشین یعنی که اگه پیروز بشین به طور کوتاه کتاحت... مدت پیروز میشین ولی چون از پایه اینا شکست ندادین این یک مثلا این فرض کنید که یه درخت مثلا سمیه که مثلا همینجوری دارین ساقه رو میچینین ولی این دوباره رشد میکنه برای اینکه توی هنوز این ریشش تو اون خاک هنوز مونده خب ولی این اون پیروزی های اولیه دولت آمریکا بر اساس این عقاید از ریشه اینا رو شکست داد البته خب جاهای دیگه ممکن رشد بکنه ولی پیروزی خیلی شدیدی بود میدونیم از چه ولی توی چند سالهای بعد که همینجوری ما میبینیم دولت آمریکا همینجوری کلی شکست میخوره با اینکه برای اینه که هم هم از اطلاعاتی آمریکا ابرقدرته هم از نظامی ابرقدرته خب ولی جنگ های اخیری که داره میکنه از از عقیدتی یه دشمنان جدیدی وجود داره برای کشورهای لیبرال برای کشورهای سینا هم رفت سینا نموت وقت وخ... هر کسی میاد پایین منتظر میمونه من یه ذره تو صحبت میکنم اینا حسولش سب ندارن میره خواهش کنم ندارن. من لینک گذاشتم من کسی بخواد بیاد بالا چی داشتم گفتم آها دوش ببینید ما الان م... با... وقتی که داریم با اسلام عقایدی... مثلا با کشورهایی که زیر تحت تاثیر عقاید اسلامی هستن به شدت خب ام... این دو... مبارزه با این به شدت سختره خب مخصوصا که نه تنها، یک کشوری مثل آمریکا و اروپای غربی اصلا قابلیت اینو ندارن که با این عقاید مبارزه بکنن اصلا ارادهش هم ندارن اصلا خواستش هم ندارن الان کسی نمیتونه بیاد بگه که ما میخوایم با عقاد به عقاید اسلامی بجنگیم مثلا همچین چیزی رو توی این دنیای مدرن کسی نمیتونه بیاد قبول بکنه خب و برای همین این دولت ها با اینکه ابرقدرتن با اینکه از نظامی ابرقدرتن با اینکه از اطلاعاتی ابرقدرتن از این دولت ها هیچ وقت نمیشه انتظار داشت که با این عقاید جنگی نمیتونه نمیتونن هم پیروز بشه اینا عقایدی هستن که ریشه شون بسیار عمیقتر هست هم از از تاریخی هم از از فرهنگی هم از از تعصبی بسیار عمیقتر هست از عقاید مثلا آدولف اون موقع توی آلمان و هم از, از عقاید کمونیستی خب اینا را ریشه کنیش به کار سختریه و کار دولت هم نیست کار ارتش هم نیست خب اینا کار متفکرینه کار فعالان سیاسی کار سازمان های حقوق بشری البته من میدونم تو ایران خیلی همون تجربه بد داریم از خیلی از سازمان های حقوق بشری ولی شما این تجربه های بدی رو که داری رو باعث نشه که حقوق بش... سازمان حقوق بشری رو به بذارین کنار خب بخاطر اینکه سازمان حقوق بشری به طور میانگین تاثیرشون بسیار مثبت بوده حالا ما تجربه بد داریم برای خیلی عاشم. ولی شما کلیگویی نکنید که همه را به یک, به یک شکل نگاه کنیم به خاطر تجربه بدتون با سازمان حقوق بشری سازمان حقوق بشری اگه نبود به شدت دو وضع دنیا هم بدتر میشد خب ولی اینا اینا لازمه خب فعالیت های رسانه ای لازمه کارهای تبلیغاتی که ما مثلا یکی از کار کوچیکی هم که ما اینجا میکنیم مثلا یکی از یه, یه قسمت خیلی کوچیکی از مثلا کارهای بزرگتری که داره میشه که ما بیایم ت... کار فکری بکنیم خب سرمایه فکری بکنیم تو آینده برای همین من میگم الگوی ما برای مبارزه با عقاید اسلامی و خرافاتی و قومگرایی ام، و نجات ستیزی و, و نجات پرستی خب بعضی میگن مثلا نجات ستیزی بده ولی نجات پرستی خوبه نه جفتش بده همه مبارزه با این عقاید اینا کارهای فکری میخواد اینا نمیشه با نه کار نظامی اینا رو ریشه کن کرد خب یعنی شما 20 سالم روی کشور مثل افغانستان کار بکنید نظامی بیاین چه سرمایه بکن... سرمایه بکن... اه... م... یعنی هزینه بکنید سعی کنید مثلا مردم یک کشور رو تغییر بدین به وسیله کار نظامیتون و هزینه هایی که دارید میکنید اینا بعد ما دیدیم که بعد از 20 سال تو افغانستان چی شد خب شما اگه از پایه نتونید نظر مردم یک کشور رو عوض بکنین این هزینه ها اون نتیجه رو که میخواین رو نمیده منم مثال های دیگه هم که میتونیم بزنیم میتونیم تو مصر هم این حتی بعد از این تلاش ها شد برای مدرنیزه کردن مصر اون جوابی رو که میخواست نداد توی ایران از همون زمان رزاشاه مدرنیزه از بالا به پایین تلاش شد که بشه که دیدیم که موفق نشد بعدش هم انقلاب جمهوری اسلامی شد البته بینید من نمیگم وقتی رزاشاه نتونست عقیدتی مردم رو عوض بکنه جمهوری اسلامی بیشتر تونست من نظر من رو معوض بکنه اسلام ستیزشون بکنه تا رضا شاه خب من نمیگم کارای رضا شاه همش اشتباه بوده برای اینکه بالاخره رضا شاه سرمایه های سرمایه هزینه هایی کرد برای ساخت مدرسه ساخت جاده و اینا اینا بالاخره تاثیر مثبتش شد بسیار داشت برای همین هم میگم نقش دولت هم همینه نقش دولت هم همون هزینه های درستیه که مثلا رضا شاه کرد ولی از از عقیدتی مثلا رضا شاه خواست مردم ایران مدرنیزه کنه اون شکست خورد خب اون شکست خورد و تازه تاثیر من برعکس هم گذاشت خب من نمیگم کلی گویی نمی کنم بگم مثلا رضا شاه هم کارش درست بود یا نه آتا هم اگه بیان نگاه کنین که آتا هم که البته از رضا شاه برای مدرنیزه کردن مثلا ترکیه خیلی موفق تر بود ولی نگاه کنین ترکیه هم بعد از اینکه الان به کجا داره میرسه الان داره اسلامیزه تر میشه کی میتونه تا تو زمان ترک مق... اصلا پیش بینی بکنه که ترکیه الان به اینجا برسه خب که انقدر الان داره اسلامیزه میشه یعنی ببین این هزینه ای که باید بشه هزینه از پایین به بالا برای برای کار عقیدتی به جای اینکه از بالا به پا... پایین یک دولت یه حکومت یک کشور یا یه حکومت یک کشور دیگه از یه جای دیگه پاش بیاد بخواد یه عقایده رو به شما از بالا به پایین بده این شکست میخوره اینا رو ما نمیتونیم الگو بگیریم ببینیم الان من هم نم من یه چیزی که نگران هستم مثلا تو ایران مثلا اگه ایران الان براندازی بشه ما الان تضمینی نداریم که مثلا این حکومت جمهوری اسلامی بره یه حکومت شیعه دیگه بیاد خب البته احتمالش کمتر از از افغانستان به خاطر تا اینکه تاثیری که جمهوری اسلامی گذاشته روی مردم ایران اینه که خیلی ها رو دین ستیز کرده و حتی کسایی هم که دین با دین موندن حتی اوناشون هم دیگه الان دیگه سکولار دموکراسی میخوان یعنی احتمال ولی هنوز هم احتمالش هست ما مثلا نمیدونم چند نفر داریم تو ایران که الان جمهوری اسلامی میخوان خب ولی خیلی ها از ما براندازه دست کم میگیریم تعداد اینا رو و اینا کسایی هستن که ممکنه هنوزم بر... حتی براندازی هم بشه یه حکومت شیعه دیگه بخوان خب و قدرتش هم دارن که بتونن ممکنه بیارن برای همین من میگم ببینید من نمیگم بر برنزی نشه من خودم طرفدار برنزی هم خب ولی اونقدرم خوشبین نیستم که بشه مثل خیلی از شما با اینکه خوشبین نیستم ولی با تلاشم رو کرد البته و ولی من میگم که در حالی که داریم سعی میکنیم کسر رو از بالا به پایین یک کشور رو عوض بکنیم از پایین به بالا هم و سعی کنیم که یک کشور رو عوض بکنیم نه فقط از بالا به پایین یعنی هر جفتش باید به با هم انجام میشه هم هز... همون هزینه‌ای که من فکر می‌کنم تو افغانستان باید بشه که از پایین به بالای کشور عوض بشه و چیزی رو که من میگم الگو باید بشه نه نه رضا شاه نه آتاتورک نه این روش های سکولاریزه کردن مثلا امریکاست توی افغانستان یا کشور دیگه است خب اینا همش از بالا پایین به پایینه چیزی که من به نظرم باید الگو بکنیم ام... همین چیزه اصر روشنگری توی اروپا بود که... که تونست یک عقاید با ریشه بسیار قوی و بسیار که هم از ف... تاریخی هم از فرهنگی ریشه عمیقی داشت که همون مسیحیت بود و به شدت تونست شکست بده البته این شکست کامل نیست ولی به شدت تونست شکست بده خب و این عقا... این اینها عقایدی بود که از پایین به بالا اروپای غربی رو عوض کرد نه از بالا به پایین و این عقاید از پایین به بالا که عوض شد تو اروپای غربی بعدا تبدیل شد به ام... پیشرفت های سیاسی بعدا رسید به بالا یعنی شما اگر از پایه تونستین یک سری چیز یا ها... عقاید من رو موض بکنید همون اولش هم نه ولی این نتایج خودش رو توی سیاست بعدا نشون خواهد داد خب البته من نمیگم حکومت رو نباید به زور سعی کنیم عوض بکنیم از ب... مثلا فعالیت نکنیم که مثلا این حکومت ها از بالا به پایین عوض بکنیم خب من میگم این در کنارش باید کارهای آگاهی از پایین به بالا هم بشه خب بالاخره مثلا الان شما نگاه کنیم توی ایران اگه ما فقط از پایین به بالا بخوایم فعالیت بکنیم متاسفانه حتی اگه 99 درصد در مردم ایران هم جمهوری اسلامی رو نخوان ممکنه با یه جمهوری اسلامی بتونه با قدرت قرار نظامی که هم که داره به رو قدرت بمونه یعنی من نمیگم فعالیت نکنیم که مثلا از بالا به پایین عوض بکنیم من میگم فقط این فعالیت های پایین به بالا رو دست کم نگیرید